حالا در ارتباط با استاب دیدار دو جانبه دیروز پرزیدنت ترامپ با امانوئل ماکرون همتای فرانسوی خود در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به لندن میریم تا رضا علویاری ما رو در جریان این واکنش‌ها در اروپا قرار بده. رضا چه جزئیاتی برامون داری؟ دیدار در پشت درهای بسته همونطور که گیتا گفت انجام گرفت و به همین دلیل جزئیات زیادی از اون در دسترس نیست تا واکنش برانگیز باشه. با این همه یک منبع نزدیک به ریاست جمهوری فرانسه به آژانس خبری فرانس پرس گفته اختلاف نظرهای میان پاریس و واشنگتن در مورد مسائل مشخصی وجود داره، اما بیشتر این اختلافات در شیوه برخورد است تا خود مسائل. همین منبع اضافه میکنه در مقایسه با اجلاس سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسئله چالش برانگیزی میان فرانسه با آمریکا وجود نداره. افشار؟ رضا میدونیم که قرار تریسا می نخست وزیر بریتانیا در دیدارهای جانبی نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کنه. جدا از مسئله برجام یا مورد خاصی در این دیدار مورد بحث خواهد بود؟ بله، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد بریتانیایی گزارش داده نخست وزیر بریتانیا در دیدار با آقای روحانی در مورد پرونده‌های کنسولی از جمله پرونده نازنین زاغری زندانی بریتانیایی ایرانی تبار گفتگو و ضمن ابراز نگرانی عمیق خودش از ادامه بازداشت نازنین خواستار آزادی او بر پایه مسائل انسان دوستانه خواهد بود. نازنین زاغری در اوایل سال 2016 موقع خروج از ایران در فرودگاه تهران بازداشت شد و سپس به اتهام توطئه جهت براندازی و به 5 سال زندان محکوم شد، اتهامی که از سوی خانواده او و سازمان همیاری که او با آنها همکاری میکرد رد شده. خانم تریسا می قرار شامگاه سه‌شنبه به وقت نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کنه. دیدار با پرزیدنت ترامپ و چند تن از رهبران جهان در برنامه سفر نخست وزیر بریتانیا به نیویورک گنجانده شده.